نیروی دریایی ایران در زمان رضا شاه یکی از مجهزترین و قویترین نیروهای دریایی در جهان بود، به طوری که همه ابرقدرت‌های مطرح دنیا از مصاف با نیروی دریایی ایران گریزان بودند. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم که از پایین همین ویدیو این ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید. دولت‌های استعماری که عدم وجود نیروی دریایی مستقل و نیرومند را راستای اهداف خود می‌دیدند، به مانند دوره نادرشاه و کریم خان مانع شکل‌گیری آن شدند و سراسر پهنه خلیج فارس را جولانگاه‌های خود ساختند و در نهایت موجبات اختلافات مرزی بین کشورهای منطقه را فراهم کردند. این در حالی است که وجود و عظمت نیروی دریایی ایران از جمله در دوران دفاع مقدس اهمیت این نهاد مهم را به اثبات رساند. شواهد فراوانی در رابطه با عظمت نیروی دریایی ایران در دوران باستان وجود دارد که اوج اعتلای آن دوره هخامنشیان محسوب می شود. با وجود توصیف باشکوهی که از قدرت دریایی و دریانوردی در ایران صورت گرفته و شواهد و قرائن فراوانی در رابطه با عظمت آن وجود دارد، اما در سده‌های اخیر تا زمان شکلگیری مجدد آن در ایران هیچ نیروی منسجمی وجود نداشته، طوری که نیروی دریایی نیمبند ایران با زوال صفویان از بین رفت و خلیج فارس و سایر قلمرو دریایی ایران به دور از اعمال حاکمیت قرار گرفت و با وجود تلاش‌هایی که در دوره نادرشاه و کریم خان برای احیای آن انجام گرفت، راه به جایی نبود. عدم شکل‌گیری نیروی دریایی نیز در درجه اول از فساد و عقب ماندگی داخلی و بعد حضور استعمارگران در منطقه ریشه می‌گرفت. استیلای کشورهای استعماری بر خلیج فارس و جزایر ایرانی که قرن 15 میلادی و به دنبال سیاست‌های استعمار آنها شروع شده بود، از جمله موانع در تقابل تلاش ایرانیان برای احیای نیروی دریایی محسوب می‌شد. در سیستم سیاسی پادشاه محور ایران به دلیل وابستگی قوای نظامی به پادشاه، قدرت نظامی وابستگی مستقیمی به پادشاه داشت و این نیروها به دنبال ضعف پادشاه دچار تزلزل می‌شد. به همین جهت بود که بعد از دوران صفویه اندک تلاش‌ها برای احیای آن همزمان با روی کار آمدن پادشاهی قدرتمند نادرشاه اتفاق افتاد. اما در دوران قاجار به دلیل ضعف پادشاهان و فساد حاکم بر کشور، نیروی دریایی وضعیت بسیار بدی داشت، به طوری که در برخی از برهه‌ها حتی یک کشتی در اختیار دولت ایران قرار نداشت. در این دوره فقط دو کشتی به نام‌های شوش و پرسپولیس وجود داشت که به آنها به زبان ساحل نشینان خلیج فارس جهاز گفته می‌شد. این کشتی‌ها در سال 1264 شمسی در زمان ناصرالدین شاه از آلمان برای امور گمرکی بندرهای خلیج فارس خریدار شده بود. از همان تاریخ کشتی پرسپولیس در اختیار حکمران فارس و کشتی شوش در اختیار حکومت خوزستان قرار گرفت. اما اندکی قبل از سال 1300 شمسی دولت ایران این دو کشتی را که فرسوده شده بود با برگزاری مزایده‌ای فروخت و تنها کشتی کوچک مظفری که در زمان مظفرالدین شاه خریداری شده بود باقی ماند. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما بودین، لطفاً چند ثانیه وقت بذارید و از پایین همین ویدیو این ویدیو رو لایک کنید که لایک‌های شما کمک بزرگی به ما میکنه. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. در تاریخ معاصر ایران، شکلگیری منظم نیروی دریایی با شکلگیری ارتش متحدالشکل رضا پهلوی آغاز شد که دارای اهمیت فوق‌العاده و تأثیر ویژه‌ای در تحولات بعدی داشت. از جمله
در تعیین حاکمیت جزایر ایرانی، چرا که در غیاب نیروی دریایی بسیاری از جزایر ایرانی برای قریب به 200 سال از حوزه حاکمیت ایران خارج شد. سازمان نظامی در مدت سلطنت رضاشاه از نظر توسعه اداری و گسترش سازمانی و افزایش تسلیحاتی مراحل متعددی را طی کرد و در نهایت به شکل 3 نیروی دریایی، زمینی و هوایی تقسیم شد. در 4 اسفند سال 1302 فرمان تأسیس نیروی دریایی از طرف رضاخان صادر شد. در همین سال کشتی‌های کوچک سفیدرود و چالوس خریداری شد و در بندر انزلی پهلو گرفت. در سال 1303 3 کشتی متعلق به شیخ خزعل در اختیار دولت ایران قرار گرفت. علاوه بر این در سال 1307 2 افسر دریایی ایتالیایی به نام‌های ماجر دزان و لویجی دل پراتو برای سامان دادن به دفتر نیروی دریایی ایران که در تهران افتتاح شده بود استخدام شدند و در همین سال بود که نخستین گروه از افسران ایرانی برای فرا گرفتن فنون دریایی به ایتالیا اعزام شدند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشم نظرتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین خوشحال میشم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.